آموزش زامارین. در این بخش از آموزش میخوایم با هم یک شبیه ساز اندروید رو ایجاد کنیم، چرا که وقتی برنامه ای رو میسازیم باید اون برنامه رو در یک محیط اندرویدی بتونیم به اجرا در بیاریم و تست کنیم. برای اینکه یک ماشین مجازی اندروید رو در اختیار داشته باشیم به بخش SDK وارد میشیم، درایو C، در اینجا وارد اندروید میشیم، اندروید SDK و فایل AVD منیجر رو اجرا میکنیم. منتظر میشیم برنامه اجرا بشه. خب در اینجا اندروید ویرچوال دیوایس رو مشاهده میکنیم که با نام AVD قابل شناسایی است. روی کرییت در اینجا کلیک میکنیم. میایم برای دستگاه اندرویدی یک اسم انتخاب میکنیم. به عنوان مثال من در اینجا اندروید 1 رو اسمش رو قرار میدم. از بخش دیوایس میتونم به عنوان مثال یکی از دستگاه رو انتخاب کنم که من در اینجا نکسوس 4 رو انتخاب کردم. تارگت رو اندروید 2.1 قرار میدم. API لول 7، یعنی که میخوام برنامه ای که بسازم روی اندرویدهایی اجرا بشه که نسخهشون 2 به بالا هستش. 2 رو انتخاب میکنم. خب CPU در اینجا به صورت خودکار انتخاب شد، ARM هستش. در بخش اسکین یکی از اسکین ها رو انتخاب میکنم که حتی میتونم نو اسکین رو براش در نظر بگیرم، یعنی اسکین خاصی نداشته باشه. اینکه بخواد دوربین اصلی داشته باشه یا نه، یا اگر بخواید گوشیتون از دو دوربین پشتیبانی کنه میتونید گزینش رو در اینجا قرار بدید، که من فعلا کاری با بخش دوربین ندارم چرا که من میخوام برنامه بسازم که فعلا نیازی به دوربین نداره. ولی اگر شما میخواین برنامه طراحی کنید که از دوربین استفاده کنه حتما در اینجا نوع دوربین رو مشخص کنید که فرانت کامرا رو داره و بک کامرا، که در واقع دوربین عقب و دوربین جلوی رو میتونید در اینجا در اختیار داشته باشید. مموری آپشن هم به صورت پیش‌فرض میذاریم باقی بمونه. در اینجا اینترنال استوریج یعنی حافظه داخلی رو من 500 مگابایت قرار میدم، که البته شما میتونید بیشتر هم کنید. مثلا اگر خواستین که 2 گیگ حافظه داخلی داشته باشه میتونید 2 گیگ رو براش در نظر بگیرید، ولی من فعلا 500 مگابایت رو انتخاب میکنم. میتونید براش اسدی کارت تعریف کنین که مثلا 1 گیگ هم اسدی کارت داشته باشه. به این صورت آیا از اسنپ شات پشتیبانی کنه؟ یوز هاست جی پی رو هم میتونم تیکش رو بذارم که فعلا نیازی به اون نداریم. و در نهایت روی اوکی کلیک میکنم، منتظر میشم که AVD ساخته بشه. خب در اینجا ماشین مجازی اندروید ایجاد شد. روی اوکی کلیک میکنیم و در اینجا میتونیم شبیه سازمون رو ببینیم. حالا برای اینکه یک خروجی ازش بگیریم میتونیم با انتخاب این شبیه ساز و کلیک کردن روی استارت نتیجه رو با هم مشاهده کنیم. خب من در اینجا روی استارت کلیک میکنم و در این صورت چنین پنجره‌ای باز میشه که به نام لانچ آپشن هستش. با گذاشتن تیک دیسپلی تو ریل سایز میتونم اندازه صفحه نمایش رو در اینجا انتخاب کنم که من فعلا به حالت پیش‌فرض میذارم باشه، و روی لانچ کلیک میکنم. منتظر میشم که شبیه ساز اجرا بشه که در حال اجرا شدن هست. خب مشاهده میکنید که شبیه ساز اندروید در اینجا اجرا شده و چیزی که شما در حال مشاهده اون هستی یک محیط اندرویدی هستش که من وقتی که برنامه هایی رو طراحی کردم و ایجاد شدن رو میتونم در این محیط نصب کنم و اونها رو تست کنم و ببینم که درست کار میکنم، و در واقع با این حالت یک محیط شبیه سازی شده رو در اختیار دارم که میتونم برای توسعه و برنامه‌نویسی اندروید از اون استفاده کنم. البته شبیه سازهای اندرویدی مختلفی وجود داره که شما میتونید از اونها هم استفاده کنید، ولی چیزی که در اینجا مورد استفاده قرار دادیم مال خود AVD هستش که به راحتی با ویژوال استودیو هم مچ میشه و شما میتونید بعد از اینکه برنامه‌ای رو در ویژوال استودیو و با زبان سی شارپ برای اندروید طراحی کردین در این محیط هم اون رو تست کنید که از کارکرد برنامه مطمئن بشین. پس به این ترتیب به راحتی شما میتونید شبیه ساز مورد نظر خودتون رو هم ایجاد کنید که یکی از روش‌های ایجاد شبیه ساز رو در اینجا یاد گرفتید. حالا میتونم با کلیک کردن روی ضبط شبیه ساز رو ببندم و در مراحل بعدی میریم سراغ طراحی برنامه‌های کاربردی و تست اون برنامه‌ها در محیط شبیه ساز.